درود به یکایک که شما دوستان خوب و گل عزیزم در سر تا سر کره آبی و خاکی زیبای زمین. مهرزاد هستم. دوستان عزیزم، نازنین ها، با یک کار دیگه و یه اثر دیگه از مجموعه فرازمینی ها دقایقی در خدمتتون هستم. اگر موافق باشید با هم به اتفاق مطابق همیشه بپردازیم به موضوع بسیار جالب و حتما کاملا عجیب امروز. دوستان عزیزم، پیش از هر چیز اجازه بدید در ابتدا از خداوند بزرگ به خاطر داشتن شما رفقای خوب و گل و عزیزم بارها و بارها تشکر و قدردانی کنم، چرا که در این مدت 2 هفته‌ای که من نبودم تک تک شما دوستان عزیزم دیدم که چجوری نگران حال من بودید و جویای حال من شدید. اینو باور کنید، جدی از ته قلبم میگم که با داشتن شما دوستان خوب و گل و نازنینم هیچ وقت احساس خلأ و تنهایی نمی کنم. از این بابت خدا رو صدها هزار بار شاکر و سپاسگزارم. اما چی شد که نبودم؟ نگران نباشید دوستان، حالم خوبه، حتی دستگاه هم این دفعه حالش خوبه. خدا رو شکر این دفعه نه مشکل سلامتی داشتم و نه مشکل سرفیس و لپتاپ و اینجور مسائل. این بار یک مشکلی داشتم که گویا درد مشترک همه ما. میدونید چه چیزیه؟ VPN. اجازه بدید در مدت 2-3 دقیقه ماجرا رو به طور خلاصه براتون تعریف کنم و بعد بپردازیم به موضوع اصلی امروز. هرچند این چیزی که میخوام براتون تعریف کنم قول میدم به کار تک تک شما دوستان عزیزم، مخصوصا شما دوستان نازنینی که در کشور زیبا و پهناور خودمون ایران ساکن هستید حتما میاد. پس با دقت عرایزم رو گوش کنید. همینطور که میدونید دوستان، بعد از این ماجرای مرحوم مهسا خانوم، اوضاع اینترنت تو کشور ما خیلی در به داغونه، واقعا در به داغونه به تمام معنا. تک تک ما برای وصل شدن به این اینترنت باید هزاران راه و روش و کلک رو در پیش بگیریم تا بلکه بتونیم مثل مردم عادی کره زمین به اون سایتی که دلمون میخواد دسترسی پیدا کنیم. حقیقتش رو بخواید، همینطور که خودتونم بهتر میدونید، این 2 هفته اخیر اوضاع اینترنت خیلی درب داغونتر از همیشه بود. خب طبق معمول ما هم راهی نداریم به جز VPN. انواع و اقسام VPN های رایگان رو امتحان کردم. نگاه کنید، دیدید بیشتر این VPN ها یا کانکت نمیشن یا اگر کانکت میشن سرعت بسیار بسیار بد و مزخرفی دارن. خب تصمیم گرفتم سراغ VPN های پولی برم. این ور اون ور رو جستجو کردم، چند جا رو پیدا کردم. یکی از اونا که شاید معروف ترینشون هم هست یک وبسایتیه به نام کیرو میکر. اون اوایل این وبسایت قیمتش خیلی مناسب بود، ماهی 30,000 تومان، اما گویا این آقا یا این خانومم میخواد از آب گلالود حسابی ماهی بگیره. ایشون قیمت وی پی انش رو از ماهی 30,000-50,000 تومان رسوند به 120,000 تومان. خب راهی نداشتم، خریدم. از لحظه که خریدم و کانکت خواستم بشم دیدم توی هر کشوری که میرم یک کلمه بزرگ نوشته اختلال سراسری. زکی زحمت کشیدی، خودمونم میدونیم اینترنتمون اختلال سراسری داره، پس چرا پول به تو دادیم ما؟ خلاصه سرتون رو درد نگرم. اینجا بود که فهمیدم 120,000 تومان پرزم. 120,000 تومان دادم که فقط بفهمم اینترنتمون اختلال سراسری داره.
بگذاریم. توی تلگرام این بر اون بر یادم اومدش که یک جایی هستش از این وی پی ان جدیدا که خیلی هم اسم در کردن به نام وی تو ری، از اونا میفروشه. گفتم خب این دیگه لابد خیلی خوبه دیگه. ایشون در ابتدا این وی تو ری ها رو به قیمت 100 هزار تومان و حجم 50 گیگ جابجایی دیتا میفروخت. اما گویا ایشون هم متوجه اوضاع خرطوخر این دو هفته شده و برای خودش قیمت فضایی در نظر گرفته. واقعا من بی خود دنبال بشقاب پرنده ها و یو اف او میگردم. قیمت فضایی و موجود فضایی فقط در سایت ایشون پیدا میشه و بس. نگاه کنی 300 هزار تومن، 475 هزار تومان. باورتون نمیشه. با وجود اینکه خیلی برام سخت بود، اما خب به ناچار پرداخت کردم و ایشون هم یک لاین به من داد. خب این دفعه وصل شد دیگه، به من نگفت اختلال سراسری، ولی سرعت دانلود و آپلودی که بیشتر شبیه دایلاب بود تا اینترنت وای فای و اینترنت 4G، اینجا هم 300 هزار تومن من پر زد. به راحتی آب خوردن. تا اینجا نزدیک 500,000 تومن، 420 هزار تومن پول خرج کردم و هیچ نتیجه‌ای نگرفتم، مخصوصا برای من که میخوام ویدیو آپلود کنم. حالا شاید اینها سرعت دانلودشون بعد از چند بار کانکت و دیسکانکت شدن بالاخره به یه حدی برسه که بشه باهاش سایت یوتیوب رو باز کرد، اما به هیچ وجه به درد آپلود کردن ویدیو نمیخوره. به ناچار مجبور شدم حجم ویدیو رو تا جایی که میتونم کم کنم. چیزی در حدود 1.5 گیگ شد. وقتی که از این وی پی ان 300 هزار تومانی خواستم استفاده کنم و این ویدیو رو برای شما دوستان عزیزم آپلود کنم، دیدم یا خدا، نوشته 18 ساعت و 30 دقیقه. یعنی یک شبانه روز من فقط باید پای سایت یوتیوب بشینم که یه ویدیوی 30-40 دقیقه آپلود کنم. دیگه واقعا اعصابم خورد شده بود، قطعش کردم. دیگه داشتم زمین و زمان رو به فوش میکشیدم. سرانجام در پایان خیلی اتفاقی، به طور خیلی شانسی، یک وی پی انی رو دیدم و دانلود کردم. نام این وی پی ان اینه، Your Freedom Plus. فکر کردم اینم خب مثل بقیه وی پی ان هست دیگه. گفتم باد آباد، بذارینم یه تست بکنیم. پولی که قرار نیست بدیم، مجانیه. آقا وقتی که این وی پی ان رو نصب کردم یه چیز خیلی عجیبی دیدم. دیدم اصلا شکل و شمایل این وی پی ان مثل باقی وی پی ان ها نی. در ابتدا که وارد برنامه میشی برای شما یک روز رایگان در نظر گرفته، بعد یک سری سرور برای کشورهای مختلف این وی پی ان طراحی کرده. باورتون نمیشه، برای کشور ایران ببینید چقدر لاین داره، نمیتونم بشمارم، خیلی زیاده. یکی از لاینا رو انتخاب کردم، بعد متوجه شدم که این لاین خودش چندین سرور در چندین کشور داره. یه دکمه هم داره به نام اوتو سلکت یا خودش انتخاب کنه. من رو اوتو گذاشتم، مثل شست تیر وز شد. واقعا نمیدونستم دارم خواب میبینم بیدارم. با خودم گفتم ای بابا، ما که شانس نداریم. من که 600 هزار تومن خرج کردم نتیجه نگرفتم، از این مجانیه میخوام نتیجه بگیرم؟ اینم لابد کاذبه. این دفعه وقتی که بخوام ویدیو رو آپلود کنم احتمال زیاد مینویسه 1 سال خورشیدی. برای نوروز 1403 ویدیوی من آپلود میشه. گفتیم بریم تست کنیم. باورتون نمیشه، کف کردم. مدت زمان آپلود 15 دقیقه. وای خدایا، من خوابم، بیدارم. خیلی خوشحال شدم، اما خوشحالیم یه جوری چی جوری بگم، چه خودم گفتم این که فقط یه روزه، خب روز دومش رو چی کار کنیم؟
فهمیدم که نه، این وی پی ان دائما رایگانه. چجوری؟ ببینید، وقتی که شما روزتون در این وی پی ان ساعت‌های آخر میرسه و تموم میشه و صفر میشه، یک کلید کنار این وی پی ان هست که نوشته 24 ساعت دیگه. کافیه اون کلید رو فشار بدید. بعضی وقتا تبلیغ پخش میشه، بعضی وقتا هم نمیشه و همینجوری مجانی یک روز به شما اضافه میشه. حتی اگر تبلیغ هم پخش بشه، یه تبلیغ 15-20 ثانیه‌ای نشون میده و بعد از 20 ثانیه ریوارد میده، یعنی یک روز به شما اجازه استفاده از این سرورها رو میده. واقعا خیلی خوشحال شدم، خیلی دلم میخواست ببینم که سازنده این وی پی ان چه کسیه. خیلی تحقیق کردم تا اینکه سرانجام متوجه شدم این وی پی ان ساخته دست یک جوان بسیار باهوش مالزیاییه. تصمیم گرفتم این جوان رو پیدا کنم و باهاش کمی صحبت کنم. متوجه شدم که داخل برنامهش هم یک لینک داره، لینک تلگرامه. سرتون رو درد نیارم، از طریق لینک تلگرام تونستم با ایشون ارتباط برقرار کنم. واقعا پسر نازنینیه. با هم خیلی رفیق شدیم و دوست شدیم. از من در رابطه با دلیل استفاده از وی پی ان پرسید. گفتم خب من در کشور ایران هستم و برای یوتیوب میخوام از وی پی ان استفاده کنم. آدرس شبکه رو گرفت، خدافظی کردیم، بعد دوباره با من تماس گرفت. متوجه شدم که ایشون هم یکی از علاقمندان سفت و سخت یوفوها و موجودات فرازمینیه. اینجاست که میخوام یه خبر خیلی خوب بهتون بدم. بعد از اینکه ایشون متوجه شد این شبکه در رابطه با چه موضوعی فعالیت میکنه، تصمیم گرفتش که یک لاین اختصاصی برای شبکه در داخل برنامه بذاره. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما وقتی که کشور ایران رو در بخش دوم انتخاب کردید، حالا در قسمت انتخاب سرور که تشریف ببرید میبینید یک نام اونجا آشنا. درسته، نام شبکه خودتونه، شبکه مهرزاد 11. این لاین اختصاصی سرعتش به مراتب بیشتر از اون چند لاین دیگه است. میتونید روی این لاین برید و از این لاین استفاده کنید. خودم هم همین الان که این ویدیو رو دارم آپلود میکنم، از طریق همین وی پی ان و از طریق همین لاین اختصاصیه. باورتون میشه؟ این دوست عزیز محبت کردن و برای این شبکه یک لاین دائمی در نظر گرفتن که تمامی بینندگان این شبکه فقط کافیه این برنامه رو دانلود کنن، هیچ خرجی قرار نیست بکنن، قرار نیست کار شاقی انجام بدن. مبالغ هنگفت 300,000 و 200,000 و دیگه ارزون ارزونش 99,000 بخوان پرداخت کنن. فقط کافیه شما به پلی استور برید و واژه Your Freedom Plus این وی پی ان رو دانلود کنید. تأکید میکنم فقط این وی پی ان هستش که لاین اختصاصی داره و همچنین به راحتی آب خوردن به اینترنت جهانی متصل میشه. برای اینکه بهتر بتونید این وی پی ان رو پیدا کنید، در بخش توضیحات و همچنین در نخستین کامنت زیر این ویدیو من این برنامه رو براتون پین میکنم. اگر تصمیم گرفتید از این وی پی ان استفاده کنید، که حتما قول بهتون میدم استفاده کنید پشیمون نمیشید، میتونید روی این لینک کلیک کنید و از طریق این لینک وارد پلی استور بشید، بعد وی پی ان رو دانلود کنید و نصب کنید، بعدش هم که دیگه استفاده کنید و حالشو ببرید. واقعا وی پی ان بسیار عالی و پرسرعتی. بهتون قول میدم از این وی پی ان
لذت خواهید برد، همون جور که من همین الانشم دارم لذت میبرم. ضمناً با عضویت توی تلگرام ایشون شما میتونید از اخبار روز وی پی ان ایشون با خبر بشید. بر فرض مثال اگر نسخه جدیدی از این برنامه منتشر بشه که در پلی استور به خاطر قوانین سفت و سخت پلی استور طول بکشه تا قرار بگیره، شما از طریق کانال تلگرام ایشون هم میتونید نسخه جدید این برنامه رو دانلود کنید و نصب کنید و همچنین سرورهای اختصاصی دریافت کنید. حالا فهمیدی چرا این مدت نبودم و حالا که برگشتم چرا اینقدر خوشحالم؟ چون دیگه غم و غصه ای در رابطه با وی پی ان فکر کنم گوش شیطون کرد تا مدت ها نداشته باشم و از این وی پی ان بتونم به بهترین شکل استفاده کنم. استفاده کنید و لذتشو ببرید. جا داره از این دوست عزیز مالزیایی که محبت کردند و حتما نام ایشونم نمیدونم، بدون اینکه بخواد خودشو به من معرفی کنه این محبت رو در حق من و در حق این شبکه کرده و همچنین در حق تمام ما ایرانی ها کرده، از ایشون کمال تشکر و قدردانی رو داشته باشم. امیدوارم که در تمام مراحل زندگیش این دوست نازنین موفق باشه. اما بیشتر از این سرتون رو درد نیارم و بپردازیم به موضوع بسیار جالب و جذاب امروز. دوستان، همینطور که در جریان هستید و میدونید، در تاریخ بین دهم تا چهاردهم ماه فوریه سال 2023 ایالات متحده آمریکا به چهار شیء پرنده ناشناس بر فراز خاک خودش و همچنین کشور کانادا حمله ور شد که خبر اون در سرتاسر اینترنت و فضای مجازی و واقعی پر شد و تمامی رسانه ها به این موضوع پرداختند که من هم در یک ویدیو مفصل به این موضوع پرداختم و اشاره کردم. اما نکته عجیب این ماجرا اینه که درست از لحظه حمله ور شدن ایالات متحده آمریکا به این چهار شیء پرنده، از اون تاریخ تا به امروز هر روز گزارش های رویت اشیاء پرنده ناشناس در اون مناطق بسیار بسیار بیشتر از سابق شده، به یک نوعی گویی که این موجودات فرازمینی دارن پاسخ حمله ایالات متحده آمریکا رو با یک تهاجم خاموش دارن میدن. نگاه کنید، در تاریخ 19 فوریه سال 2023 درست بالای منطقه‌ای که ایالات متحده آمریکا به اون چارشه پرنده حمله ور شد، یعنی در فونیکس آریزونا ایالات متحده آمریکا، دو شیء پرنده ناشناس نورانی در ساعت 8 شب دیده شد. شخصی که از محل کار خودش به سمت منزل در حال حرکت کردن بود، به ناگهان در دل آسمون این دو شیء پرنده رو دید که در حال نزدیک شدن هستند. بلافاصله موبایل خودش رو در آورد و از این اشیاء پرنده ناشناس تصویر برداری کرد. نگاه کنید، این دو شیء پرنده ناشناس در ارتفاع کمی از سطح زمین به آرومی در آسمون در حال حرکت کردن هستند، گویی که به یک نوعی انگار میخوان حضور خودشون رو اعلام کنن. در این تصاویر کاملا مشخصه که این دو شیء پرنده ناشناس به هیچ وجه پهباد، درون، هلیکوپتر، بالون یا نظایر اینها نیستن. کاملا مشخصه که این دو شیء پرنده ناشناس یک جور تکنولوژی غیر انسانیه، یک جور تکنولوژی هوشمند غیر انسانیه که داره پهنه آسمون رو طی میکنه. اما
سه شب بعد از این ماجرا در تاریخ 22 فوریه سال 2023 گروهی از مردم درست بر فراز منطقه مرزی ایالات متحده آمریکا و کانادا در نقطه مرزی این دو کشور موفق شدند از یک سری اشیاء پرنده کاملا نورانی و درخشان تصویربرداری کنند. همینطور که دارید مشاهده میکنید این اشیاء پرنده بسیار بسیار نورانی هستند و کاملا خیره کننده به نظر میرسند. نکته عجیب این ماجرا اینه که درست چند متر اونورتر از این چنشه پرنده درخشان و نورانی یک دسته دیگه از این اشیاء پرنده نورانی در آسمون داره دیده میشه، گویی که اون اشیاء پرنده نورانی هم قصد ملحق شدن به این اشیاء پرنده رو دارند. به قدری این اشیاء پرنده نورانی هستند که بخشی از آسمون اون منطقه رو با وجود اینکه هوا هم ابریه اما مانند روز کاملا روشن کردند. درست در همون شب، یعنی در شب 22 فوریه سال 2023، این بار در سمت دیگر کره زمین در همسایگی کشور عزیزمون ایران، کشور آذربایجان، این اشیاء پرنده نورانی بار دیگه دیده میشن. همینطور که دارید مشاهده میکنید این شیء پرنده درخشان و نورانی در ارتفاع کمی از سطح زمین بر فراز یکی از شهرهای کشور آذربایجان برای مدتی معلق، ثابت و بی حرکت ایستاده. کاملا واضح و مشخصه که این شیء پرنده درخشان و نورانی نمیتونه یک ساخته دست انسانی باشه، بلکه این شیء پرنده درخشان و نورانی یک شیء پرنده غیر انسانیه. روز بعد از این اتفاق در ساعت نخستین بامداد روز 23 فوریه سال 2023 یک بار دیگه حضور این اشیاء پرنده نورانی این بار در شهر پلانا در کشور آرژانتین گزارش داده میشه. در تصاویر این ویدیو مشخصه که یک شیء پرنده بسیار بزرگ در دل آسمون ثابت و بی حرکت ایستاده. مدتی بعد این شیء پرنده درخشان و نورانی و عظیم و بزرگ این بار در شهر خالیسکو کشور مکزیک حضورش گزارش داده میشه. این بار اما چندین شهروند شهر خالیسکو کشور مکزیک موفق میشن که از این شیء درخشان و نورانی تصویر برداری کنند. هنگامی که تصاویر این دو رویداد آخر رو در کنار همدیگه قرار میدیم، به راحتی میتونیم حدس بزنیم که هر دو این اشیاء پرنده نورانی یک شیء واحد هستند. اما یکی از عجیبترین رویت این موارد مربوط میشه به گزارشی که خبرگزاری معتبر رویترز درباره اشیاء پرنده ناشناس و نورانی داده. همینطور که میدونید خبرگزاری رویترز به هیچ وجه به موضوع فرازمینی ها تا به امروز اشاره نکرده، اما این بار یکی از خبرنگارای بسیار معروف رویترز حضور این اشیاء پرنده ناشناس و نورانی رو گزارش میده و اون رو در وبسایت رسمی رویترز منتشر میکنه و این نخستین گزارش خبرگزاری معتبر رویترز درباره حضور فرازمینی هاست که خود همین گزارش میتونه یک بمب خبری ویژه باشه. خبرگزاری که تا به امروز هیچ گونه اشاره‌ای به حضور فرازمینی‌ها به روی زمین نداشته، این بار اما گزارش این رویت رو در صفحه نخست خبرگزاری خودش به چاپ می‌رسونه. همینطور که دیدید از زمان حمله ایالات متحده آمریکا به اون چهار شیء پرنده درخشان و نورانی، حضور این اشیاء درخشان و نورانی در سرتاسر کره زمین بسیار پررنگ‌تر از سابق شده.
این حضور تا به قدری پررنگ شده که حتی خبرگزاری رویترز رو هم مجبور میکنه که گزارشی در ارتباط با این اشیاء پرنده درخشان و نورانی ارائه کنه. دوستان، همینطور که در اخبار شاید شنیده باشید، چندی پیش بودش که 120 هکتار از جنگل‌های شهر وینا دلمار کشور شیلی در آتش سوخت. این آتش سوزی بسیار مهیب و گسترده ده‌ها قربانی بر جای گذاشت. هیچگاه مشخص نشد که دلیل شروع این آتش سوزی چه چیزی بود و اینکه چرا هم به یک باره این آتش سوزی خود به خود خاموش شد، تا اینکه چندی پیش، در حدود یک هفته پیش، یک ویدیو بسیار عجیب در رسانه‌ها منتشر شد. در این ویدیو یک شهروند شهر وینا دلمار در کشور شیلی هنگام تماشای اخبار آتش سوزی متوجه یک اتفاق بسیار عجیب میشه. نگاه کنید. میرسه لوسه. Y hay otro. Miren, esas luces. Wow. ¿Qué son esas luces? چند شیء پرنده درخشان و نورانی بر فراز منطقه‌ای که در حال سوختن دیده میشن. این اشیا بدون ترس بی‌محابا خودشون رو به دل آتیش میزنند و بعد ناپدید میشن. این اتفاق بارها و بارها تکرار میشه. تصاویر این ویدیو رو یک شهروند ساکن این شهر موفق شده با دوربین موبایل خودش از روی صفحه تلویزیون که در حال پخش گزارش زنده از این آتش سوزی ثبت کنه. حالا در این ویدیو مشخص میشه که شاید دلیل خاموش شدن ناگهانی این آتش سوزی مهیب و گسترده که ده ها قربانی داشته چیزی نبوده به جز کمک غیبی فرازمینی ها. نگاه کنید. واو. ¿Qué son esas luces? اما دوستان، در تاریخ 7 ژانویه سال 2023 ویدیو بسیار عجیبی از داخل یک هواپیمای مسافربری که بر فراز خاک کشور ایتالیا داشت پرواز میکرد ضبط میشه. در تصاویر این ویدیو یک شیء درخشان و نورانی دیده میشه که در فاصله کمی از این هواپیمای مسافربری در آسمون در حال پرواز کردنه. در کنار این شیء درخشان و نورانی چند شیء کوچکتر هم دیده میشه. نمیشه به درستی تشخیص دادش که آیا این اشیاء کوچکتر جزئی از اون شیء نورانی بزرگتر هستند یا اینکه خیر، اینها به طور مجزا هستند. نگاه کنید. تصاویر مربوط به این ویدیو رو یک وبسایت رسمی در کشور ایتالیا که در ارتباط با بشقاب پرنده ها فعالیت میکنه برای نخستین بار منتشر کرده. هنگامی که تصاویر این ویدیو بسیار عجیب رو دیدم یادم اومدش که یک بار دیگه هم حضور این شیء پرنده درخشان و نورانی بر فراز خاک کشور ایتالیا اون بار هم از داخل یک هواپیما گزارش داده شده. در تاریخ 3 ژوئن سال 2018 درست بر فراز خاک کشور ایتالیا یک هواپیمایی که در حال حمل چند چتر باز بود ویدیو بسیار عجیبی رو از یک شیء پرنده درخشان و نورانی ثبت کرد.
تصاویر این ویدیو در دقایق نخستین بامداد روز سوم ژوئن سال 2018 ثبت شده. یک کره کاملا درخشان و نورانی در فاصله کمی از این هواپیما در دل آسمون درست بالای ابرها ثابت و بی حرکت ایستاده. این چند چتر‌باز با دیدن این کره درخشان و نورانی کاملا هیجان زده میشن. گویا حضور این کره های درخشان و نورانی بر فراز خاک کشور ایتالیا کم کم داره به یک امر معمول تبدیل میشه. واقعا که شگفت انگیزه، نه؟ اما دوستان، سه دوست عزیز بیننده این شبکه که آریانایی یا افغانستانی هستند موفق میشن که ویدیوی بسیار عجیبی رو در شهر وین از یک شیء پرنده درخشان و نورانی ثبت کنن. تصاویر این ویدیو رو خانم جوان و زیبایی به نام سما ثبت کرده. سلام، این ویدیو رو دارم واسه چنل یوتیوب مهزاد میگیرم. اینجا شهر وین، منطقه ده وین هستش. تو از داشتون فیلم میگیرد. این پهپاد نیست، دیدی میلم نیست؟ به خدا این یه چیزی هست، اونها هم برن آقای داره میستن چی سرعتی داره؟ به خدا الیانا Ooh.
پیش از خروج حتما مشترک شبکه مهرزاد 11 شوید و دکمه زنگوله رو بفشارید تا زودتر از دیگران شما از کارهای جدید ما باخبر شوید. همچنین تماشای یکی از این دو ویدیو رو توصیه می کنم. مطمئن هستم که لذت خواهید برد.